واژنامه سیاسی و اجتماعی واجه های جهانبینی چند ملیتی ها و چند نوع از فعالیت ها و پیکارهای توده‌ای، ای چهل و چهار عبارت است از سیستم نظریات مفاهیم و تصورات درباره جهان این واژه در معنای وسیع خود کلی نظریات انسان را درباره جهانی که ما را احاطه کرده در بر میگیرد از نظریات و عقاید فلسفی و اجتماعی و سیاسی گرفته تا اخلاقی و هنری و مسائل مربوط به علوم طبیعی و غیره مفهوم محدودتر واژه جهانبینی و هستی مرکزی آن عبارت است از نظریات و عقاید فلسفی مسئله مهم جهانبینی همان مسئله اساسی فلسفه است و بنابر پاسخی که به این مسئله داده شود به طور کلی انواع جهانبینی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد ماتریالیستی و ایدالیستی جهانبینی انعکاسی است از هستی اجتماعی و وابسته است به سطح معرفت و آگاهی های بشر در هر مرحله معین تاریخی و همچنین وابسته است به نظام اجتماعی مربوطه در جامعه طبقاتی جهانبینی ماهیتی طبقاتی دارد قاعدتا جهانبینی طبقه حاکم در هر جامعه جهانبینی حاکم است جهانبینی دارای اهمیت عظیم پراتیک است زیرا که مناسبات انسان را با جهان و واقعیات موجود تعیین می‌کند و معیاری برای نحوی عمل و برخورد با این جهان است جهانبینی علمی از اونجا که قوانین عینی طبیعت و جامعه و کشف و به بستن آنها را شالوده خود قرار می‌دهد و از اونجا که بیانگر منافع نیروهای ترقی‌خا است به رشد و پیشرفت کمک می کند. جهانبینی غیر علمی و ارتجایی در خدمت طبقات و نیروهای میرنده قرار دارد و مانعی در راه تکامل جامعه است. از منافع طبقات استثمارگر دفاع می کند و زحمتکشان را از پیکار برای رهایی خود باز می دارد. جهانبینی کمونیستی مارکسیسم لنینیسم است. به شکل پیگیر و جامعه یک جهانبینی علمی است این جهانبینی علمی بیانگر منافع پرولتاریا و همه زحمتکشان است با قوانین عینی رشد جامعه مطابقت دارد و در جامعه سوسیالیستی به جهانبینی همه خلق بدل می‌گردد حقیقت و علمیت جهانبینی مارکسیستی لنینیستی را تمام تاریخ پراتیک بشریت زندگی و کلی دستاوردهای دانش انسانی ثابت می کند. چهل چند ها چند ها یا انحصار مافوق کشوری یا ماورای دولتی در حال حاضر به قولهای عظیم اقتصادی و سیاسی بدل شدند. آنها چنان در کشورهای متعدد ریشه دوانیده و صاحب شعبه ها و مؤسسات و بنگاه های تولید و توزیعی و اعتباری و غیره هستند که تعیین ملیت و تعلق آنها به این یا اون کشور ممکن نیست چند ملیتی ها میکوشند زیر نظارت قدرت سیاسی هیچ کشوری نباشند وجود آنها خطری جدی علیه حق حاکمیت و استقلال دولت ها حتی کشورهای پیشرفته سرمایهداری به شمار می چرا که چند ملیتی ها در پی سودهای افسانهای و حد اکثر مساله اقتصادی هر کشور را زیر پا می و هر جا که منافع تنگ نظرانه خودشان اقتضا کند مؤسسات را تعطیل می کند. آنها کمترین توجهی به ضرورت بهرهبرداری معقول از منابع طبیعی کشورها و حفظ محیط زیست ندارند. آنها فساد و ارتشا و خرید معموران عالی رتبه و زمامداران این یا اون کشور را رواج می دهند و حتی گاه توتعه سیاسی و کودتا ترتیب می دهند تا دستیاران خود را به حکومت برسانند. چهل و شیش چند نوع از فعالیت ها و پیکارهای های ای یعنی دست کشیدن از کار توسط زحمتکشان که میتواند کلی یا جزئی با مدت معین یا نامحدود باشد اعتصاب یکی از وسایل مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایداران و کارفرمایان و دولت برجوازی است و به خاطر رسیدن به هدفهای اقتصادی، سنفی و سیاسی صورت می گیرد. اشکال مختلف اعتصاب عبارت است از نرفتن سر کار و ماندن در منزل، اجتماع در جلوی کارخانه و کارگاه، قطع کار و اشغال کارخانه و راه ندادن کسی به آن، ماندن کارگر در سر کار و پشت ماشین خود ولی کار نکردن، کار آرام به نحوی که کلیه جریان تولید را به تعویق اندازد. اجرای کلی جزئیات وظایف و دقایق امور که خود باعث تأخیر بسیار کار در برخی از رشته و مختل شدن جریان امور می شود گمرک ادارات اعتصاب عمومی شکل عالی مبارزه اعتصابی طبقه کارگر و برای ارزای خواسته های سیاسی و اقتصادی است در این شکل با توسل به همه انواع اعتصاب توده های عظیم زحمتکشان به کلی چرخ اقتصاد کشور را فلج می کنند و قدرت اتحاد و مبارزی خود را نشان می دهند. در اعتصاب عمومی همه کارگران به طور متشکل در کلی کارخانه های یک رشته اقتصادی یا در همه مؤسسات یک استان یا در همه مؤسسات سراسر کشور به خاطر هدفهای مشخص و شعارهای معینی دست از کار میکشند. کشند. اعتصاب عمومی یک وسیله عالی سازماندهی و تجهیز زحمتکشان در مبارزه علیه ستم سرمایداری است. اعتصاب عمومی سیاسی برای تکامل جنبش کارگری اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت مناسب شارهای روشن و مهیج و اجرای منظم و متشکل آن طبق برنامه و سازمان معین اهمیت قاطعی دارد تظاهرات دمونستراسیون یک شکل از اشکال تودهی و وسیع مبارزه زحمتکشان است به وسیله تجمع و راه افتادن در خیابانها و میدانها و بیان خواسته ها توسط شعارهای کتبی و شفاهی زحمتکشان یا علیه یک اقدام و تصمیم و سیاست هیئت حاکم اعتراض می کنند و مخالفت خود را بیان می دارن یا یکی از مطالبات اقتصادی و سیاسی خیش را بیان می دارن و عقیده و نظر خود را منعکس می کنند میتینگ یک لغت انگلیسی است به معنای ملاقات برای مذاکره پیرامون یک مسئله میتینگ یا به معنای جلسه است کم و بیش وسیع برای بحث و اظهار نظر در مورد یک مسئله یا یک حادثه سیاسی یا به معنای اجتماع انبوه مردم در یک نقطه و استماع گفته های سخنرانان که پیرامون حادثه و مسئله صحبت می کنند و بدین وسیله نشان دادن نظر و عقیده شعار عبارت است از پیام یا عبارت کوتاه و موجز که با روشنی و اختصار هدف و مسئله مهمی را که یک حز در یک مرحله یا یک لحظه معین تاریخی در مقابل دارد بیان نماید شعار می تواند اقتصادی یا سیاسی استراتژیکی یا تاکتیکی باشد شعارهایی که برای لحظه معین و مقصد مشخص فوری معینی به کار می رود شعار عمل نام دارند